خطایا و زدیت خدادادی خود را کسرت بخشید فصل هشتم ایده های هر سال که می گذارد بیشتر از اهمیت و ارزش الهام ایده های راه بردی مطمئن می شوم. اغلب به دنبال مهیاگری یا دخالت خدا بدون نقشه تاکتیکی هستیم. ولی اغلب چنین اتفاقی رخ نمی دهد. چنین برنامه های, ایده های ملهم از خدا هستند که نتیجه بخش خواهند بود. مثال های کتاب مقدسی فراوانی از این الگو در دست است. چند مثال را برای بیان بهتر این حقیقت در ادامه می آورم. ایده راهبردی انداختن چوبی در آبی تلخ تا میلیون ها نفر بتوانند از آن آب بنوشند خروج 15 22 الی 25 ایده متفاوت و الهام شده برای ضربه وارد کردن به صخره و فراهم آوردن آب برای میلیون ها نفر خروج 17 5 الی 6 ایده راهبردی جهت رژه رفتن دور دیوارهای مستحکم شهری نفوذ ناپذیر و سپس در روز هفتم ایده ای متفاوت برای هفت مرتبه رژه رفتن به همراه نواختن شیپور و پایان دادن به آن با فریادی بلند همه به منظور ورود به آن شهر و غلبه بر آن یوشع شش ایده ای راه بردی برای تشخیص برترین جنگجویان سپاه به واسطه آب دادن به آنها از یک چشمه و سپس جدا کردن کسانی که با دست آب نوشیدند از کسانی که برای نوشیدن آب زانوی خود را خم کردند داوران هفت چهار الاشش ایده ای راه بردی جهت حمله نکردن به دشمن پیش رو و در عوض حمله کردن از عقب به آنها منتظر شنیدن صدای رژه شدن بر درختان توت و یاری گرفتن از خداوند در نبرد دوم سموئیل 5.22-25 ایده ای راه بردی در قحطی شدید که به آن واسطه از بیوه و پسرش خواسته شد تا آخرین غذای خود را به نبی بدهند و خود گرسنه بمانند با اطاعت کردن مثل خانواده های دیگر از گرسنگی نمردند اول پادشاهان هفته 8 15 ایده راهبردی طلبیدن تنها دارایی خانه بیوزنی که پسرش در حال موت بود از او خواسته شد که از همسایگان کوزه های خالی را قرض بگیرد و اندک روغن زیتون خود را در آنها بریزد و پس از فروش آنها بدهیش را بپردازد دوم پادشاهان چهار یک الانوزده ایده ای راه بردی جهت فرستادن تیم پرستش و ستایش قبل از سپاه که باعث پیروزی عظیم شد دوم تواریخ بیست بیست و یک ایده ای راه بردی جهت خوردن سبزیجات به جای غذای مفصل پادشاه به منظور سالم و قوی ماندن و متفاوت بودن از جوانان دیگر سرزمین دانیال یک هشت ایده ای راه بردی جهت استفاده از آب در کوزه ها و تبدیل آنها به شرابی ناب تا به این طریق جشن عروسی گرم بماند 2 الده ایده راهبردی جهت برکت دادن غذای اندک و توضیع آن بین هزاران نفر متا چهارده سیزده بیست و تا چهده 30 21 ایده راهبردی آب دهان انداختن بر خاک و گل درست کردن و مالیدن آن بر چشم مردی نابینا99 6 اله ایده راهبردی ماندن در کشتی در حال غرق به منظور نجات یافتن اعمال 21 27 الا 44 در هر مورد ایده الهام شده ختم به دخالت الهی شد آیا در همه این رویدادها نقطه مشترکی را می‌بینید؟ راهبردها شامل بکارگیری داشته های دریافت کننده می شد. مثلا منبعی در دسترس یا تغییر دادن موضع شخصی. در هر مورد مهیاگری الهی با استفاده از امری آشنا و در دسترس اجرا شد یا به عبارت دیگر عامل کلیدی هر یک از این معجزات از غیب ظاهر نشد خدا گاهی با بکارگیری عواملی معمول کاری غیر معمول می کند و نتیجهی خارق العاده می گیرد. این واقعیت اهمیت ایده الهام شده را برجسته می کند. در امثال چهار هفت به همه گفته شد حکمت برترین است پس حکمت را به دست آور. یکی از حالتهای حکمت الهی ایده های راه بردیه الهام شده است و خبر خوش برای همه ما این است که خدا حکمت را دریغ نمی دارد یعقوب رسول در مورد رویارویی با چالش های غیر معمول می گوید اگر از شما کسی بی بهره از حکمت است درخواست کند از خدایی که سخاوتمندانه و بدون ملامت به همه عطا می کند و به وی عطا خواهد شد یعقوب یک پنج یعقوب به سراحت گفته که بی ملامت و سخاوتمندانه آن را به همه عطا می کند این وعده خداست با این وجود جهت دریافت ایده ای راه بردی باید دارای دو خصلت باشیم اما با ایمان درخواست کند و هیچ تردید به خود راه ندهد زیرا کسی که تردید دارد چون موج دریاست که با وزش باد به هر سو رانده می شود چنین کس نپندارد که از خداوند چیزی خواهد یافت یعقوب 16 باید با ایمان و به شکلی مطمئن به طلبیم و منتظر باشیم قرار نیست امیدوار باشیم تا ایده ای تاکتیکی به زهر ما خطور کند با ذوق و شوق باید بخواهیم و بطلبیم این تقاضا نباید از روی ناچاری و خمودگی باشد بلکه باید به خود بگوییم اگر ایده ای از او ملهم شود عالی خواهد بود و اگر نشود هم مشکلی نخواهد بود با چنین دیدگاه برای دریافت مشتاق و مصمم خواهیم بود ایده راهبردی ای از خداست و وقتی دریافت شد حوزه ای جدید از تأثیرات را به روی ما میگشاید ما را تقویت می کند تا کثیر و فراوان شویم ایده راهبردی الهام شده به اتاق هتلم در بیروت برگردیم بعد از ملاقات آن روز در اتاقم با صدای آرام دعا نکردم طاقتم به آخر رسیده بود و ایده ای به ذهنم نمی رسید و میدانستم وظیفه تأمین نیاز این شبانان تشنه و نیازمند با من است. هرگز پیش نیامده بود که در اتاق هتل صدایم را بلند کنم ولی راستش را بخواهید آن روز اهمیتی نمیدادم که چه کسی صدای مرا میشنود. فریادم از روی درماندگی بود. به دنبال راه بردی یا حکمتی برای کسرت یافتن تأثیر خود بودم بعد از دعا آرامشی قلبم را پر کرد می دانستم تقاضایم شنیده شده و می توانم آرامی یابم باور داشتم که پاسخ در راه است با دلی سرشار از شکرگزاری راهی شدم اگرچه هنوز ایده ای راه بردی یا برنامه ای نداشتم چند روز بعد ایده ای به ذهنم خطور کرد زمان پول و انرژی زیادی را صرف توزیع کتاب ها می کنیم ولی هر یک از رهبران تنها یک نسخه دریافت می کنند باید کاری را که در زبان انگلیسی انجام دادیم در زبانهای دیگر هم تکرار کنیم باید تمام مواد درسی مطالعاتی را به زبانهای دیگر در اختیار رهبران قرار دهیم بدین شکل تأثیر گذاری خود را چند برابر می کنیم اما چالش بزرگ نحوه چاپ و توزیع مواد درسی بود فرزن اگر هزینه چاپ همه مواد درسی و تکمیلی را در کشور مورد نظر می دادیم نهایتاً توزیع کنندگان مجبور می شدند باری سنگین را با خود حمل کنند و اغلب این جا به جایی در مسیرهای جنگلی، کوهستانی، بیابانی و سعب العبور رخ میداد. اغلب جاده هموار نداشتند مشکل دیگر این بود که در کشورهای بسته با چنین شرایطی حامل کتاب به سادگی توسط مقامات شناسایی میشد و احتمالا همه چیز جلب و ضبط میشد. بعد از دعا و فکر بیشتر ایده ای دیگر به ذهنم رسید. می توانستیم تمام مواد درسی را روی دیویدی کپی کنیم. دیویدی که فایل ها آن کپی می شود و تنها روی کامپیوتر قابل اجراست. اما این ایده سوالاتی دیگر را ایجاد کرد آیا همه شبانان و رهبران در چنین کشورهایی به کامپیوتر دسترسی دارند؟ از سوی دیگر آیا همه مواد درسی مطالعاتی روی یک دیویدی جا می گرفتند؟ اول این سوالات را با راب در میان گذاشتم او بیش از همه از قابلیت های تکنیکی کشورهای دیگر با خبر بود آن موقع تقریبا به 160 کشور مسافرت کرده بود از او پرسیدم آیا شبانان و رهبران این کشورها حتی کشورهای فقیر به کامپیوتر دسترسی دارند؟ در جواب گفت اکثرا ولی بعضی هم ندارند پرسیدم کامپیوترها دیویدی را میخوانند و چقدر از مواد درسی را میتوانیم بر روی دیویدی کپی کنیم چشمان راب از خوشحالی برقی زد و گفت بله در جواب به سوال دوم باید بگویم که حجم بالایی از اطلاعات روی دیویدی جا می گیرد. سپس گفتم می توانیم پشت جلد کتاب جایی تعبیه کنیم و دیویدی را در کتاب بگذاریم. هزینه این کار برای هر کتاب چقدر می شود؟ راب امکانات آن زمان را بررسی کرد و چند روز بعد جواب داد. خبر خوش، هزینه این کار و توضیحش برای هر کتاب تنها پنج درصد افزایش پیدا می هیجان زده بودم ولی هنوز کمی شک داشتم چون نمیدانستم چه حجمی از اطلاعات را می توانیم روی هر دیویدی کپی کنیم. راب در ادامه گفت بهتر از همه این است که نه تنها مواد درسی بلکه کتاب صوتی دو یا سه کتاب دیگر عهد جدید و فایل پی دی اف کتاب را می توانیم روی آن بگذاریم تا شبانان محلی در صورت نیاز و امکان از کتاب کپی بگیرند همه خوشحال و پر انرژی بودیم این ایده عاملی شد که ایده راهبردی دیگری را اجرا کنیم که باز بستگی به شرایط تکنیکی کشور مورد نظر داشت پرسیدم این کشورها به اینترنت دسترسی دارند؟ راب جواب داد اغلب پیشنهاد دادم که وبسایتی را طراحی کنیم و همه منابع ترجمه شده را در آن قرار دهیم و اسمی بر آن بگذاریم که نشانی از مسیحیت نداشته باشد تا به این طریق دولت‌های مخالف با تعالیم کتاب مقدسی نتوانند سایت را فیلتر کنند می توانیم اسم سایت را روی کتاب ها بنویسیم و به شبانان یا رهبران بگوییم که دیگران را از قابل دانلود بودن منابع مجانی این وبسایت آگاه سازند و به این طریق همه کلیساها می توانند از آنها استفاده کنند. مثل کودکان بالا و پایین می پریدیم و نمی توانستیم هیجان خود را کنترل کنیم. برای تقویت این ایده نظرات بیشتری داشتم. بعد از اینکه همه وجوه را سنجیدیم معلوم شد که انتشار این هنج و توضیع هر یک از مجموعه های رهبر به قیمت چهار دلار برای ما تمام خواهد شد تیم ما مهارت و نحوه ساختن وبسایت را میدانست همه تیم به زودی دریافتند که این ایده آسمانی پتانسیل تعلیم آموزش و تقویت کلیساهای بزرگ یا جمعهای کوچک را دارد و تنها مختص به رهبران نیست. بسیاری از روستاهای دنیا تنها یک کلیسا دارند و به این بدان معناست که با روش تازه می توانستیم با چند دلار بر کلیسای آنها تأثیر بگذاریم. بازگشت سرمایه از این بهتر نمی شود. آیا شدنی بود؟ در جلسه بعدی رویای خود را با همه در میان گذاشتیم دیگران هم مشتاق شدند و هر یک از اعضای گروه به خاطر این نقشه خوشحاد و پر انرژی بود با شادی اعلام کردم مهم نیست که ده سال وقت ببرد یا 20 سال هر چه شود باید تمام رهبران را با منابعی که خدا به ما سپرده تجهیز کنیم یک ماه بعد از جلسه تاجری اهل تگزاس با دفتر ما تماس گرفت و تقاضای وقت ملاقات 15 دقیقه ای با منو را کرد. او و همسرش از کلورادو با پرواز آمدند و در حین جلسه آن آقا زیر گریه زد و از میان صدای گریه آلودش گفت که میداند چه می میداند که میخواهیم منابع را به دست شبانان در نقاط دور افتاده برسانیم. سپس چکی پیش نوشته را روی میز گذاشت وقتی مبلغ چک را خواندم نزدیک بود از حال بروم 750 هزار دلار چند ماه بعد وبسایت را طراحی و به سختی تلاش کردیم تا مجموعه رهبری و برنامه متنوع برای هر کشور و منطقه فراهم آوریم برای ترجمه هر کتاب و مواد درسی به علاوه کتب آموزشی و مطالعاتی که بر روی دیویدی ها کپی می به هر زبان هزینه ای را تعیین میکردیم. راب رهبری بهترین مترجمان از زبانهای مختلف را بر گرفت دو هدیه سخاوتمندانه که جمعاً بیش از یک میلیون دلار میشد نیاز مالی سال اول ما را تأمین کرد ایده ای برای تشکیل تیم کمی قبل از آن در ژانویه سال 2011 روزهای بعد از تصمیم برای هدیه کردن 250 هزار جلد کتاب را می‌گذراندیم. هنوز دو هدیه بزرگ 300 و 750 هزار دلاری را دریافت نکرده بودیم و خوشحالم که این هدایا را دریافت نکرده بودیم چون نبود منابع مالی تبدیل به تسریعگری جهت هر روز جستجوی خدا برای یافتن راه بردی تازه شد باید جهت رساندن این رویا به دیگران برنامه طراحی تراحی می کردیم و متعاقبا باید تیمی بزرگ از زنان و مردانی تشکیل می دادیم که با هدیه دادن این معموریت را میسر می کنند چنین تیمی امکان تأمین نیازهای همه شبانان و رهبران جدا از زبان، مکان یا منابع مالیشان را به ما میداد. پس از چند روز دعا کردن روح القدس زمزمه کنان در دل من گفت همه علاقه تو به گلف را میدانند از این سرگرمی استفاده کن. من مردان و زنان مناسبی را سر راحت قرار می دهم تا به تیم تو بپیوندند و به این مأموریت تحقق بخشند فورا به ذهنم رسید که یکی از بهترین هتل های کشور در شهر ما یعنی کلرادو اسپرینگز واقع است هتل بردومور اتفاقا میزبان دو دوره قهرمانی گلف هم بوده است پس این برنامه را با آدیسون و لیزا در میان گذاشتم گوش کردن و تنها سوالشان این بود کی قرار است این کار را انجام دهیم؟ جواب دادم تابستان همین امسال نگران بودیم که برای برنامه ریزی وقت کم آوریم اتاق کافی در هتل باید رزرو می کردیم هتلی که قدیمی ترین هتل پنج ستاره در جهان است و معمولا یک یا دو سال قبل رزرو می شود ما هم شلوغ ترین فصل را انتخاب کرده بودیم نگرانی دیگر آیا مهمانانی که در نظر داشتیم برای تابستان برنامه دیگر نداشتند؟ آدیسون رهبری کار را در دست گرفت و بعد از چند روز خبر خوشی به همه ما داد گفت اتاقهای هتل تمام تابستان رزرو هستند به استثناء یک هفته تقریبا 100 اتاق را می توانیم رزرو کنیم و شما و مامان هم آن هفته آزاد هستید بدون تردید گفتم باید رزرو کنیم با احتیاط گفت باید قرارداد امضا کنیم از پس پر کردن اتاقها بر می آییم باز بدون تردید گفتم همه اتاقها پر خواهند شد نمیخواستم زیاد فکر کنم نمیخواستم با استدلال بیش از حد خود را از ادامه کار وادارم کلیساها و تاجرین بسیاری را در آمریکا می شناختم که مایل به حمایت کردن از ما بودند با همه تماس گرفتم و عملا همه مشتاق شرکت کردن بودند در طول چند ماه همه اتاقهای رزرو شده را پر کردیم در برنامه ریزی مسابقات تیم ما تصمیم گرفت که این برنامه را به گلف محدود نکند بلکه آن را به رویدادی تمام ایار بدل سازد تجربه ای خاطر انگیز شد تصمیم گرفته بودیم همه چیز را به نحو احسن و همچنین به هدف تفریح همسرانی که گلف بازی نمی کردند طراحی کنیم لیزا قرار بود با بانوان دیگر جلساتی را برگزار کند در بد ورود مهمانان قرار بود سبدهایی را به عنوان هدیه به آنها بدهیم که پر از خوراکی و هدایای کوچک بودند. غذای عالی و خاص آن هتل، جلسات رهبری، جوایز نفیس به همه شرکت کنندگان همه به خاطر تشکر از آنها برای پیوستن به تیم ما. اولین دوره مسابقات در جوان 2011 برگزار شد. قبل از این رویداد با ورزشکاران و موزیسین های ای تماس گرفتم و از آنها خواستم که در صورت امکان اقلام امضا شده و مربوط را به این رویداد هدیه کنند همچنین از شرکت های دیگر هم خواستیم اشیایی را جهت یادبود به مسابقات ما اهدا کنند در آخر همه هدایا را به حراج گذاشتیم و تقریبا در اولین دوره 340 هزار دلار کسب درآمد کردیم ولی هنوز به جایی که میخواستیم نرسیده بودیم هنوز نتوانسته بودیم برای درمیان گذاشتن رویای خود با دیگران استراتژی مناسبی را پیدا کنیم پاییز همان سال ایده ای دیگر بر یکی از اعضای تیم ما الهام شد. در حال آماده شدن برای دوره دوم مسابقات در تابستان 2012 بودیم که او گفت توپ بیسبال امضا شده، کلاه بیسبال، گیتار امضا شده و غیره را حراج می کنیم که درآمد حاصل نیاز یک کشور را هم رفع نمی کند. بهتر است به جای این کار کشوری خاص را در معرض دید و فروش قرار دهیم یک کشور را می توانیم گرانتر بفروشیم همه از این ایده خوششان آمده بود و در ادامه علاقمندتر هم شدیم او در ادامه گفت شرکت کنندگان این مسابقات اهل رقابت هستند پس می توانیم جدولی از رهبران ایجاد کنیم و هنگامی که مبلغی را به کشوری اختصاص می دهند میزان هدیه آنها را بر جدول می نویسیم و توپ، گیتار و جوایز را به کسانی می دهیم که بیش از دیگران کشورها را حمایت کردند ایده های خلاقه تمامی نداشتند آنقدر که به اعتراض گفتم از اسم حراجی بدم می آید. بیش از حد ساکت باید بمانند می توانیم زمانی را تعیین کنیم مثلا 35 دقیقه و به شرکت کنندگان می گوییم که بعد از تمام شدن وقت هر هم به پایان می رسد هر یک از کشورها که مبلغی به آن اختصاص داده نشده کنار گذاشته می شود به این شکل احساس استرار بیشتری در آنها ایجاد می کنیم. در اینجا لازم می دانم که چهارچوب پروژه های سازمان مسنجر را برای شما تعریف کنم. هر پروژه شامل دو قسمت می شود. اول، هزینه ترجمه مجموعه رهبری که شامل کتاب، کتاب صوتی و ویدئو می شود که برای هر زبان مبلغ 17500 دلار را اختصاص دادیم. بخش دوم پروژه های ما شامل تولید و توضیع کتاب یا مجموعه های رهبری به کشورهای دیگر می شود. هر کشور بین 500 تا چهل هزار رهبر دارد. اغلب به طور متوسط 5 هزار تا ده هزار رهبر دارند. هزینه این قسمت هم بین 20 تا چهل هزار دلار خواهد شد. در جلسات بعد ایده های خلاقه بیشتری در دامن ما ریخته شد که می توانستیم با استفاده از آنها تجربه شرکت کنندگان را عمیقتر کنیم و رویا را بهتر به آنها ارائه دهیم و مسابقات را بهتر برگزار کنیم سال بعد در حراج مسابقات شاهد دو برابر شدن هدایا نسبت به دوره اول بودیم با اینکه زمان باقی مانده بود ولی هزینه پنجاه پروژه تأمین شد قوت یافته بودیم و در دوره سوم مسابقات موفق شدیم یک میلیون و سیصد هزار دلار برای انجام پروژه ها جمعوری کنیم هر سال بیش از پیش نیاز را حس می کردیم کشورهای بیشتر درخواستهای خود را برای راب میفرستادند و به دنبال منابع بودند. نهایتا تعداد پروژه ها از صد گذشت و تا دوره ششم مسابقات توانستیم صد و پروژه را انجام دهیم و بیش از دو میلیون دلار جمع کنیم. در سال نهم شاهد جمع شدن 3 میلیون دلار هدیه بودیم که تقریبا سرمایه اجرایی 30 پروژه شد تا بیرون آمدن این کتاب که اواخر 2020 خواهد بود مسنجر انترنشنال بیش از سی میلیون منبع را میان شبانان و رهبران در 100 کشور دنیا به 120 زبان توضیح کرده است در این حین یکی از قهرمانان من به نام اندرو کارنگی باعث الهام ما بود یکی از معروفترین خیرین تاریخ است که اکثر ثروت خود را بخشید کارنگی میلیاردها دلار را به امور خیریه اختصاص داد البته با تبدیل ارزش پول با معیارهای امروزی مبلغ بالایی از هدیه او به ساخت کتابخانه های عمومی اختصاص داده شد در واقع بین سالهای 1883 و 1918 در 47 ایالت آمریکا بیش از 2500 کتابخانه ساخت سؤالی قابل تأمل آمریکا کی تبدیل به قدرتی جهانی شد بین سالهای 1883 و 1925 درست زمانی که کارنگی در سراسر آمریکا مشغول ساختن کتابخانه بود فکر می کنم دانشی که در اختیار عموم مردم آمریکا قرار داد باعث رشد رهبران شد همین اصل در امور روحانی نیز صادق است خدا می گوید قوم من از عدم معرفت هلاک شده اند هوشا چهار شش قوم من به سبب عدم معرفت به اسارت خواهند رفت اشعیا پنج سیزده در طول سالهای خدمتی بر ما آشکار شده که مؤثرترین روش تبدیل روستاها یا شهرها ساخت کلیسایی ساختمانی نیست چنین کاری تنها رهبران محلی را بر ما متکی نگه می‌دارد موثرترین روش این است که رهبران محلی را با دانش و معرفت روحانی تجهیز کنیم تا قادر به تأثیرگذاری بر روستا یا شهر خود باشند چنین معرفتی کمک می کند تا ایمان مورد نیاز را پرورش دهند و پیش روند و در صورت لزوم ساختمان و منابع دیگر را به کار گیرند ساختن ساختمان کلیسایی هر جای دنیا ده هزار دلار هزینه در بردارد اما ما با توزیع مجموعه رهبری که هر یک شامل چند صد دلار می شود توانستیم با هزینه کمتر این کار را انجام دهیم یک دهه هدیه دادن منابع رهبری به کلیساهای در حال رشد بیشک لذت بخشترین کاری بود که در چهل سال خدمتیم انجام داده ام. مشتاقم که عضوی از تیم آقایان و خانوم باشم که با ذوق و شوق و رویایی یک پارچه ملت را شاگرد می سازند. متا 28 19 20 با متحد کردن آنها بیش از آنچه می را انجام دادیم. این کار به این آیه جلوه ای دیگر بخشید. پنج تن از شما صد نفر را تعقیب خواهند کرد صد نفر از شما ده هزار تن را خواهند راند و دشمنانتان در برابر شما به شمشیر خواهند افتاد لاویان 26 هشت این وچی دیگر از فراوان شدن یعنی متحد شدن با یکدیگر را توصیف می کند که در فصل بعد به آن می پردازم. شعار ما طبق این مثل از ایسا است سپس عیسی به میزبانش گفت چون زیافت نهار یا شام می دهی دوستان و برادران و خیشان و همسایگان ثروتمند خیش را دعوت مکن زیرا آنان نیز تو را دعوت خواهند کرد و به دینستان عوض خواهی یافت پس چون میهمانی میدهی فقیران و معلولان و لنگان و کوران را دعوت کن که مبارک خواهی بود زیرا آنان را چیزی نیست که در عوض به تو دهند و پاداش خود را در قیامت پارسایان خواهی یافت رهبرانی که منابع را به آنها هدیه کردیم ممکن است معلول لنگ و کور نباشند ولی قادر به جبران کاری که برای آنها کردیم نیستند برای مثال اگر در کنفرانس یا کلیسایی در آمریکا خدمت کنم آنها با دادن هدیه به سازمان مسنجر از من تشکر می کنند اما این رهبران قادر به انجام چنین کاری نیستند همه اعضای تیم متوجه بودند که این افتخار بزرگ نصیب ما شده است ببخشیم و بدهیم بدون اینکه انتظار بازگشت آن را داشته باشیم چند سال پیش من و لیزا به ایروان که مرکز کشور ارمنستان است سفر کردیم هزاران رهبر از سراسر خاورمیانه در آن کنفرانس جمع شده بودند در حین کنفرانس توانستیم سالنی جدا به شبانانی از ایران، افغانستان، سوریه و کشورهای مشابه اختصاص دهیم برای حفظ هویت این اشخاص دوربین ها اجازه ورود نداشتند حضور خدا نیرومند بود و من مدام با خود فکر می کردم که به جای من و لیزا این رهبران باید صحبت کنند به آنها گفتم شما من و لیزا را قهرمان می دانید ولی اینطور نیست چون در واقع تاجرین و کلیساهایی که میلیون دلار هدیه دادند تا منابع به دست شما برسد قهرمانان حقیقی هستند در آن لحظه همه زیر گریه زدیم بعد از جلسه شبانی از ایران پرسید چطور چنین اشخاصی می توانند این مبلغ را به کسانی هدیه کنند که تا به حال ندیده به سادگی و صداقت تمام پاسخ دادم به خاطر محبت خدا که در دل آنهاست باز اشک همه ما جاری شد کسرتی بیشتر در سال 2019 متوجه شدیم وبسایت داخلی ما برای توزیع منابع محدودیت دارد برای سال 2011 یعنی زمان شروع مناسب بود ولی با پیشرفت های جدید آهسته و محدود به حساب می آمد برای مثال استفاده از وبسایت روی تلفن همراه بسیار سخت بود لیزا من و بسیاری از اعضای تیم ما به کشورهای فقیر زیادی سفر کرده ایم با این حال متوجه شدیم که مردم به رغم زندگی در چادر یا خانه های حلبی تلفن همراه هوشمند دارند تخمین زده می شود که در سال 2020 بیشتر از 5 میلیارد نفر تلفن همراه هوشمند خواهند داشت. بعد از چند سفر برای ما روشن شد که دسترسی به همه مردم دنیا به صورت آنلاین ممکن خواهد بود. مثل همه اعضای تیم حس کردم پیغام نجات را می توانیم به تعداد بیشتری برسانیم. مختصرا توضیح دهم کلام خدا می گوید اما چون زمان مقرر به کمال فرا رسید خدا پسر خود را فرستاد قلاتیان چهار چهار زمان مقرر یعنی همه چیز باید در نظر گرفته شود یکی از مهمترین عناصر زمان مقرر این است که انجیل به همه جهان شناخته شده بشارت داده شود در سال 312 قبل از میلاد رومیان جاده و مسیرهای کشتیرانی را تعبیه کردند که به همه جهان کشف شده راه داشت زمانی که عیسی گفت به سراسر دنیا رحس سپار شوید ساختن این جاده ها به اتمام رسیده بود این جاده ها امکان بشارت سریع کلام خدا به همه دنیا را فراهم آوردند فکر می کنم زمان مقرر برای هموار ساختن راه ایسا و بازگشت سانوی او فرا رسیده است اینترنت جاده رومی دوران ماست ما به این طریق می توانیم کلام خدا را به همه دنیا بشارت دهیم تا بتوانیم به هدف شاگردسازی همه قوم ها و ملت ها را بشارت دهیم با اطلاع از این موضوع تیم وارد دوره دعا رویا و برنامه ریزی شد بعد از چند ماه تحقیق پروژه ای را به یکی از برترین شرکت های برنامه رویسی و طراحی وبسایت در آمریکا ارائه کردیم پلتفرمی برای شاگردسازی ایجاد کردیم که چندین کار را انجام میداد و به راحتی کاربران می توانستند روی سیستم عامل آیفون، اندروید، تبلت و کامپیوتر از آن استفاده کنند برام بودیم که بهترین پلتفرم را برای تکنولوژی امروز طراحی کنیم میخواستیم رهبران در هر جای دنیا به خصوص کشورهایی که شرایطی سخت دارند بهترین امکانات را از این طریق در دسترس داشته باشند حقیقت شگفتانگیز این است که میلیونها کاربر از 227 کشور و منطقه از کتابها، ها،, دوره ها و دیگر منابع شاگردسازی بر این پلتفرم استفاده می کنند. تنها چند کشور باقی مانده است. با گذشت زمان به روش های دیگر جهت کسرت یافتن فکر کردیم. برای گسترش و تقویت تأثیر گذاری تصمیم گرفتیم که معلمین مشهور با پیغام های خاص و تبدیل کننده را بر این پلتفرم مهمان کنیم اکنون رهبران در سراسر جهان می توانند با استفاده از کامپیوتر، تبلت، تلفن، تعلیم ببینند یا در گروه های کوچک کلیسایی آموزش ببینند. چنین امری نه تنها تأثیر گذاری این پلتفرم را افزایش داد، بلکه عمر آن بیشتر از یک کتاب است و نسل ها باقی خواهد ماند اگر من و لیزا نمی نوشتیم چه میشد؟ یا اگر به فروش کتاب ها راضی می شدیم و مجموعه آموزشی تکمیلی را طراحی نمی کردیم چه میشد؟ اگر تیم ما به بشارت به انگلیسی زبانان راضی می ماند چه میشد؟ اگر تیم ما تلاش نمی کرد تا از سراسر آمریکا تیمی را در هتل جمع کند چه می شد؟ در هر مرحله فرای توان خود آزموده و مجبور به اتکای بیشتر به فیض خدا شدیم. در هر مرحله به راحتی می توانستیم کنارگیری کنیم و برای خدمت بیشتر به دیگران دست از تلاش بکشیم. وقتی به روح خدا گوش می سپاریم قدم به قدم به سوی کسرت یافتن حرکت می کنیم. او در ابتدا همه قدم ها را به شما نشان نمی دهد یا شاید دو یا سه قدم بعدی را هم ندانید. اگر می توانستم سی سالگی در جامی بلورین بنگرم و آینده و مسیری که سازمان ما باید در طول سی سال طی کند را ببینم، کار آنقدرها سخت نمیشد. ولی اگر فرزن چنین کاری ممکن بود آن موقع در هر مرحله دست به دعا نمی شدیم و در رهبری کردن تمام تلاش خود را نمی کردیم همچنین ایمان و قوتی را که در هر قدم از اطاعت بدان نیاز است به دست نمی آوردیم کسرت یافتن ایده انسانی نیست بلکه از خداست در واقع اولین فرمانش به انسان این بود هر عطایی که به تو بخشیده ام به هدف کسرت یافتن پادشاهی من است برداشت من از پیدایش یک بیست و دو و متا بیست و پنج چارده بیست و این نکته مهم را دوباره تکرار می کنم کسرت یافتن نباید بر شما فشار آورد چون نهایتا عطای خداست تنها باید دعا کنید، گوش دهید، باور داشته باشید و از آنچه خدا در دل شما قرار می دهد اطاعت کنید حرف آخر او شما را به سوی کسرت یافتن هدایت می کند شما با خود فکر می کنید دل من از شهادتی که در سه فصل آخر شنیدم لرزه افتاده است مادر دانشجو، ورزشکار یا کارمندی جوان هستم چطور می توانم باعث کسرت در پادشاهی شوم؟ برای یافتن پاسخ فصل بعد را بخوانید.